ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੁਰਾਸ਼ਪਤੀ ਡੋਨਲਡ 트ੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। دولت سوریه هم این رو رد میکنه و محکوم میکنه بنابراین حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی هست و اگر صدمه ای ببینه یا نبینه ارتباطی به ما نداره ما قصد جنگ با نیروهای آمریکایی در هیچ کجای منطقه نداریم ما نمیخواهیم به نیروهای آمریکایی حمله کنیم نمیخوایم تنش رو با آمریکا بالا ببریم هیچ کدام ولی ما از آمریکا میخواهیم به قانون عمل بکنه و به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذاره توافق هستی کاملا روشن هست قطنامه 2231 کاملا به نظر من برای هر کشوری که بتونه تحریم آمریکا را زیر پا بگذاره یک افتخار بزرگ هست برای اینکه این تحریم آمریکا یک تحریم غیرقانونی هست و ضد قطنامه شورای امنیت هست بنابراین به عنوان وظیفه قانونی همه کشورهای دنیا باید تلاش کنند تا این اقدام غیرقانونی آمریکا منجر به شکست بشه نکته آخر سوال شما این که ما فعلا در برجام باقی موندیم به همه تعهداتی که داشتیم و تا زمانی که موندن ما در برجام به نفع منافع ملی ما باشه ما در برجام خواهیم موند و هر زمانی که ببینیم همه منافع ما تضمین نمیشه راهکارهایی در خود برجام پیش بینی شده از همون راهکارها آغاز خواهیم کرد بنابراین این بیانیه یک قدم پیشرفت بسیار خوب در زمینه همکاری های ایران با پنج کشور در زمینه حفظ برجام بوده اما توقعات ما بله خیلی بیشتر از این هست این طب...